ما ایمان رو آوردیم و این ایمان ما رو کافی است برای اینکه نجات پیدا کنیم. ولی ایماندار واقعی که این ایمان رو آورده، اعمالش این چیزهایی هستش که اینجا میخونیم. اولین چیزی که هستش، این ایمان به ما کمک میکنه که وقتی در تجربیات و سختی ها و جفا ها و مشکلات میفتیم، که یعقوب میگه برای امتحان ایمان شماست تا صبر و تحملتون بالا بره، تا مسیحیان بالغ و کاملی بشین، اون موقع است که اراده خدا در تجربه و جفا ها اینه که ما صبر کنیم. اراده خدا اینه که ما در سختی ها، در مشکلات، در جفاها صبر کنیم، تحمل کنیم، چون زمانی که از این کوری آتش بیایم بیرون آدمای قوی تری هستیم. عملا چون فرصت نیست، چون خود این یه موعظه است، به صورت خیلی کوتاه، هر وقت که سختی اومد مثل پتروس میگه خوشا بالا شما که سختی ها بر شما میاد. دید ما ممکنه اون لحظه نبینه که چه اتفاقی داره میفته. هر نوع سختی، اون سختی اگر برای ایماندار هستش، چه به خاطر ایمانش داره جفا میاد در زندانه، چه مریضی و مشکلی داره که بالاخره به نوعی سختیه، در اون لحظه خدا با ماست، در اون لحظه خدا ما رو ول نکرده، در اون لحظه خدا میخواد یک صبر، یک تحمل و میخواد ما رو ببره یک مرحله دیگه از ایمان. میخواد ما رو، ما دعا میکنیم خداوند من رو کامل کن، من رو به بلوغ برسون، من رو یک شخص کاملی درست کن. بعد خدا میگه از این راه تو باید کامل بشی. سختی طلا رو میخواد ایرش رو ببرم بالا، آتیش. پس همیشه وقتی که یک نجار هم میخواد یک چیزی رو شکل بده، درد داره اولش. کلام خدا هم همینه. و خدا اگه بخواد ما رو رشد بده، امتحان ایمان ما سختی هاست که باید تحمل کنیم. بعد راجع به پول و ثروت و مقام صحبت میکنه. اراده بعدی، اراده خدا رو میفهمیم در مسائل مادی. پول، ثروت، چقدر من پول دوست داشته باشم، چقدر دنبال مسائل مادی برم. که خیلی زیبا میگه که ای برادر مسکین، به سرافرازی خود فرق کن. و میگه ای دولت من از مسکنت خود، زیرا گل علف در گذر است. و اراده خدا در این دنیا در برابر پول و ثروت و مقام و شهرت که اینا در گذر است. دوباره اراده خدا رو میبینیم که چطور هستش، چون هدف ما اینه که برسیم به بهش. و برای رسیدن به بهش، بعد از عبور از در تنگ، رفتن در مسیر و طریق سخته که اون انجام اراده خداست. نکته بعدیش اینه که میگه خوشا به حال کسانی که حالا تجربه و وسوسه رو تحمل میکنن. اراده خدا در وسوسه ها چیه برای ما؟ میدونین که اراده وسوسه از طرف خدا نیستش. و زمانی که ما در تجربه میافتیم، نباید بگیم که خدا ما را تجربه کرده، ولی باید تحمل کنیم. یعنی اگر امروز من از در این کلیسا رفتم بیرون و اولی وسوسه اومد طرف من، هر چی، هر گناهی که شما باش دارین دست و پنجه نرم میکنیم اومد، نکنین اون کارو و شروع کنیم در برابرش ایستادن و تحمل کنیم اون درد رو اگه داره. چون لذت هایی که وجود داره در زندگی ما اکثرش گناهه. سی اس لوئیس هم توی کتابش میگه که گناه چیست؟ هر چیزی که لذت داره. حالا یه مقدار اون خیلی وسیع صحبت کرده، ولی کلن ما اگر بخوایم به بهشت برسیم، باید نسبت به این دنیا مرده باشیم. و این جواب همه سوالات ما رو میده. اگه من یک جسدی رو اینجا بذارم، این جسد نسبت به این دنیا، نسبت به پول این دنیا، نسبت به هر چیز این دنیا چه رابطه ای داره؟ صفر. عیسی مسیح رسولان میگن رابطه من و شما با دنیا مثل این جسد باشه. پس اینکه حالا من یه ذره اون باشه این باشه، متاسفانه نیست و سختش میکنه قضیه رو. راه سخته، در تنگه و عیسی مسیح تعارف نداره، ما هم تعارف نداریم. باید جنگ نیکوی ایمانمون رو تا آخر انجام بدیم، ولی تشویقی باشه که هممون در این مسیر بریم جلو. اگه یکی مون داره لغزش بخوره، و مثل کلیسا در مشارکت دست هم بگیریم، با هم بریم جلو. و این مسیحیتی هستش که ما میبینیم. قسمت بعدیش میگه عمل به کلام خدا اراده خداست. یعنی چی؟ کلام خدا میگه، به استفاده کنیم از همین قسمت، میگه در شنیدن تون باش، در گفتن آهسته باش، یعنی بیشتر گوش بده کمتر صحبت کن، در خشم هم سست باش. اراده خدا در زندگی خانوادگی، اراده خدا در روابط من چیه؟ در جامعه چیه؟ در شنیدن تند باش، در گفتن آهسته باش، در خشم سست باش.
همه اینا اراده خداست. خودتون هم میتونید برای خودتون بخونید همه. امروز یه مشکلی که مسیحا پیدا کردن، به خصوص ایرانی ها به نظر من، خیلی تماشا میکنن موعظه، خیلی گوش میدن موعظه، بد نیست، ولی من با خودم بشینم با این کلام در خلوت خودم ببینم کلام خدا چی میگه. و این خیلی مهمه. در همین این چیزایی که ما داریم میگیم فقط داریم با هم میبینیم که میریم جلو و خداوند رو خداوند خودش میتونه با شما همین صحبت ها رو داشته باشه. و پایین‌تر دوباره آیه 21 میگه اراده خدا برای شما چیه؟ از هر نجاست، از هر شرارت دور شین. و با فروتنی اون کلام میگه کاشته شده رو بذارین که رشد کنه. و میگه لکن شنوندگان کلام باشید، نه فقط، ببخشید، میگه کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان. 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 دیگه نمیگم. و یکی از مهمترین قسمت هایی که به نظر من و مطمئنم شما هستش اینه که کنندگان کلام باشیم، نه فقط شنوندگان. دوستانی که فرزند دارن تصور کنیم به خودتون که میگه که مثلا دخترم پسرم من دارم میرم بیرون، برگشتم شما اتاقاتو تمیز کن، خیلی کثیف شده. شما تشریف برید بیرون و برمیگردید، دخترتون میاد میگه که هر روز اتاق کثیفه. یا دخترم من نگفتم اتاقاتو تمیز کن. پسرم، دختره که تمیزه، پسرم من نگفتم که اتاقاتو تمیز کن. میگه میدونی پدر جان، ما چیزی گفتی رو من نوشتم، بعد دوستام زنگ زدن اومدن با هم مطالعه کردیم، یونانیش هم درآوردیم، بعد تصور کردیم که چجوری میشه که من اتاقم رو تمیز کنم. با هم قابل سدیش رو انجام دادیم، بعد با هم نشستیم، بعد تو فکر کردیم، دعا کردیم. میگه خب که چی؟ اتاقت هنوز کثیفه. و این به نظر من روایت خیلی از مسیحی هاست امروز که ما قابل سدی میکنیم، بسیار عالیه، همه این کارها رو انجام میدیم، ولی در نهایت خداوند میگه که اراده من انجام نشد، دانش تو زیاد شد، محبت تو، روابطتون، باربیکیو، همه چیز، اینا چیزای عالی انجام شد، ولی اراده من چی شد؟ این اشخاص به نظر من خودشون شوکه شده بودن زمانی که با مسیح روبرو شدن. دیدن گفتن ربای ربای، ما رفیقاتیم، ما اومدیم، بریم دوستانی که دارم، ما اومدیم دیگه، در رو پاک کن، بریم تو بهشت. سعی مسیح گفت ببخشید، من شما رو نمیشناسم، شما منو میشناسید. چرا؟ چون که اراده من انجام ندادیم و ما نمیخوایم اینجوری باشیم. مطمئنن هیچ کدوم از ما نمیخوایم اینجوری باشیم. این دوستان عزیزمون تو این قسمت هم نمیخواستن و اون لحظه حالت شوکه شده بودن. و قسمت های بعدیش راجع پرستنده حقیقی، اراده خدا چیه برای ما در قسمت پرستش. به نظر من کلیسای مختلف این، من رفتم کلیسای ایرانی، یکی از بهترین گروه های پرستشی رو شما داریم، یعنی خیلی خوششانسیم شما که برادر یوناتان رو داریم، یکی از میتونم بگم دیگه، یکی از باحالترین و یکی از، من خیلی از قبل هم ایشون رو دیده بودم و خیلی خوبه. پرستش به این شکل واقعا خیلی لذت بخشه و من حسودیم هم شد حتی. ولی پرستشی که در کتاب مقدس خداوند بعد از این نوع پرستش از ما میخواد، طبق کلام خدا اینه که ما دست برادر خواهر فقیرمون رو بگیریم. میگه فقیران، یتیمان، بیوه زنان رو دستگیری کن، همسایه خود رو محبت کن. دو ساعتی که ما اینجا، سه ساعتی که ما اینجا پرستش میکنیم بسیار عالیه، ولی اون 6 روز بیرون، 6 روز و 22 ساعت بیرون پرستش ما کجاست؟ باید دیگران رو کمک کنیم، محبت کنیم، بدون اینکه بخوایم کسی به ما برگردونه چیزی رو، چون ما به خاطر خدا میکنیم. آمین. بچه‌ها، من همیشه اونجا صحبت که میشه میگم چه عیبی داره ما یه کاری بکنیم، بگیم من به خاطر خدا این کارو کردم. ما بعضی ما خجالت میکشیم بگیم نه، من گناه نمیکنم چون به خاطر خدا این کارو نمیکنم. واقعیت اینه، من دوست دارم این کارو بکنم ولی نمی کنم، به خاطر خدام نمی کنم. من به تو محبت می کنم، به خاطر خدام محبت می کنم، به خودم باشه نمی کنم.
من تو الان منو زدی، منم میخوام تو رو بزنم، ولی به خاطر خدام نمیکنم. تو قلب منو شکوندی، من به خاطر خدام قلب تو رو نمیشکونم. به اون شخص مطمئن باشید که اون اتفاق عجیب رو در شما خواهد دید که بهش میگم بشارت عملی، که اون شخص طبیعتا میاد و از شما سوال خواهد کرد. و بعد راجع به انحراف زبان صحبت میشه که راجع به خطرات اراده خدا برای ما امروز چیه نسبت به حرفایی که میزنیم. محققین و دوستانی که نمیدونم واقعی یا نه تحقیق کردن و دیدن که آقایون ماهی یک کتاب به این کلفتی حرف میزنن، ماهی یک کتاب، و خانوم ها هفته یک کتاب. حالا اونش مهم نیست، ولی چون صحبت اینه که خانوم ها هر چیز رو باید دو بار تکرار کنن، میگن برای آقایون چون آقایون متوجه بشن مشکل آقایونه. ولی ببینیم ما چقدر در هفته صحبت میکنیم، چقدر کلمات از دهان ما میره بیرون، و چقدر مهمه به عنوان یک مسیحی که ما با این زبانمون اراده خدا رو داریم به جا میاریم یا به جا نمیاریم. و یعقوب یک فصل، کل فصل 3 راجع به زبان صحبت میکنه، اراده خدا چیه؟ خیلی مفصله، نمیتونیم کلش رو صحبت کنیم. اراده خدا درباره جانبداری، طرفداری چیه؟ که ما وقتی که آدم ها رو میبینیم، ظاهرش رو میبینیم، از تیپش و قیافش خوشمون میاد، با این دوست میشیم، چهار نفری که اون ور هستن و ما خوشمون نمیاد و میرن اون ور، ما کش میکردیم پنجور؟ کسی بود که وارد کلیسا شد با یک لباس خیلی جوریده پولیده، خیلی زشته، با یک گونی و کثیف، و قرار بود اون کلیسا شبان جدید معرفی بشه. و این شخص فقیر و کسی با این کوله پشتی نوخشکیش توی کلیسا میرفت، تصور کن از همین در وارد شد و اومده پیش شما و میگه یک کمکی من بکنی، به من پول بدید، و همه اون رو هی چیز میکردن، ایگنورش میکردن، هی پسش میزدن، بهش توجه نمیکردن، یک گشنه من یک قضایی چیزی بدین. آخر هم میاد صفحه جلو میشینه، سریع انتظام ها میان میگن آقا شما برو اونور، اینجا جای رهبران ارشدان کلیساست. و زمانی که اون رهبر بلند میشه و میگه که خب الان میخوام معرفی کنم شعبان جدید این کلیسا، همون شخص جولید و پولید میان و قسمتی از کلام رو میخونه که میگه گشنه بودم به من غذا ندادید، تشنه بودم به من آب ندادید، و گفته کی خداوندا تو که اما این خواستی؟ میگه وقتی برادر یا خواهر یا هر کسی از شما خواست نکردی، اینطور به نوعی به خدا نکردی، چون خداوند میگه که برادر، خواهر، اصلا کلن همسایت رو باید مثل خود دوست داشته باشی. و چقدر شاید ما دوریم از این قضیه، و چقدر این همه صحبت من امیدوارم به این ختم بشه که اراده خدا رو ما ببینیم و بعد خودمون رو ببینیم و فاصله مون رو با این ببینیم کجاست، و اگر جایی هست به توبه کشیده بشیم، و اگر هست یه مقدار نزدیک بشیم به عمل کردن این اراده، نه فقط شنیدن این اراده. آمین. چون شریعت ملوکانه است. و بعد پایین تر سعی میکنم با دو سه قسمت دیگه تمام کنیم، سر شما هم در نیاریم. در همون قسمت دو میگه اگر شما ادعای ایمان داری، اگر شما باور داری به خدا، به اون مواهب نیکویی که در خدا هستش، به صفات عالی که در خدا هستش، به یگانه بودن خدا، به وحدانیت خدا، به لایتناهی بودن خدا، به همه اون صفات خدا، و فقط همین، بدون که شیطان هم به همه اینا باور داره، و این باوری که شیطان داره انقدر از باور من و شما قوی تره که او به خودش هم حتی میلرزه به خاطر این باورها. پس ما کار خاصی نمی کنیم اگه صرفا باور داریم. این اعتقادنامه قشنگی که ما امروز خوندیم که خدای من حاکم، خدای من قادره، سای مسیح پیروزه، کلام خدا راهنمای من، روح القدس هادی منه، اگه این در حد کلام من باشه و وارد زندگی من نشه، اگر در سختی خداوند قادر است برای من کار نکنه، به نظر من اون ایمان واقعی رو برای اینکه بدونم خدا قادر مطلق در زندگی من رو ندارم. زمانی که من خواهر و برادر زیادی من فکر کنم شما دارید دیده که سختی روشون افتاده، میخندم خدا رو شکر چه اینجوری میکنه این آدم، برای اینکه ایمان داره، داره عمل میکنه تو اون قسمت اراده خدا رو. میگه قصه نخور، نگران نباش، هیچ وقت نمیگه که آه الان نگران باش دیگه، الان مثلا خیلی مسئله حاد شده،
نمیگه، میگه هیچ وقت نگران نباش. آمین. یعنی بدترین حالت که افتاد، اتفاقی افتاد، میگه نگران نباش. ایوب وقتی که ما نگاه میکنیم، ایوب شیش همه بچه‌هاش از دست داد، همه چی رو از دست داد. خیلی نمونه جالبیه، وقت نمیدونم چه صحبت کنیم. پس ما اگر ایمان ما اعمال نداره، با ایمان شیاطین چه فرقی میکنه؟ ولی ایمان ما زمانی که عمل داره، اون موقع یک ایمان فراتر میشه. ما داریم انجام میدیم اراده خدا رو و خدا داره از آسمان نگاه میکنه، میگه نگاه کن فرقشون با تو اینه، به شیطان میگه. میگه اونها باور دارن ولی دارن عمل میکنن، با وجود اینکه نمیدونن، چون میدونیم که اراده خدا انقدر دور نسبت به ما، راههای خدا، فکرهای خدا، ولی ما با ایمان و امیدمون امروز داریم این کارو میکنیم. آمین. امروز در عصری که ما زندگی میکنیم خیلی فشارها رو مسیحی هست، همه جوره، بی خداها، اونایی که حالا اِوولوشن رو قبول دارن و گروه های مختلف، حمل و حملات زیادی میشه، چون که مسیحی منتظر بازگشت عیسی مسیح هست و عیسی مسیح هنوز نیومده. مثل زمانی که مسیح ماشیه موعظه میشد تقریبا برای 4000 سال و مسیح نمیومد و بعد آسمان در زمان ملاکی بسته شد 400 سال بازم خبری نشد. طب ببینیم یهودی ها چه حس و حالی داشتن، همش بهشون حمله میشد، بابا شما خودتون رو مسخره کردین، بهل کن اون حرفا چیه، میخواست بیاد میومد دیگه. 4400 سال کم نیست، کم کم میشه 40 تا نسل اگر اون حالت اوورلپ رو حساب نکنیم. امروز 2000 ساله که ما منتظر مسیحیم و خیلی ممکنه به ما حمله بشه که چه بازگشتی؟ اگه قرار بیاد میومد، چون حالت ماراناتا ماراناتا که میگفتن، فکر میکردن فردا عیسی مسیح میاد، پس فردا میاد، انهایی باز هفته دیگه میاد، دوباره میاد. بعد یه باشه باشه دارم نه نمیاد، گفتن شروع کنیم بنویسیم اینا رو، شاید نیاد حالا حالا. و بعد 2000 سال امروز گذشته و امروز خیلی این خطرناکه برای ما، ولی اراده خدا امروز اینه که ما صبر کنیم، ما تحمل کنیم، امید در ما هستش. و پولس در رومیان 5:5 میگه امیدی که ما داریم ما رو هیچ وقت شرمسار نمی کنه. و همین امید هستش که باعث میشه ما تحمل کنیم، چون محبت خدا توسط روح القدس در قلب‌های ما ریخته شده. و اینو ممکنه بیرون نفهمن، ممکنه خیلی هم بیرون نگاه کنن ما رو دیوونه خطاب کنن، ولی پولس اول قرنتیان 1:18 میگه که زیرا که ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، اما برای ما که ناجیان هستیم قدرت خداست. و در آخر اراده خدا برای ما مسیحیان اینه که همیشه دعا کنیم. ایمان مطیع دعا میکنه در همه شرایط. همونجوری که برادران اشاره کردن، میگه اگه مریض بینتون هست بیاین جلو دست بذارین دعا کنین. کتابی هست به نام دعا تاریخ رو عوض میکنه. چند نفر از ما ایمان داریم که دعای شخص شما میتونه تاریخ رو عوض کنه؟ خیلی حرفا. یعنی دعای منی که یک روزی هیچی نبودم، گناهکاری بیش نبودم، هیچی نبودم از نظر خدا، امروز به واسطه خون عیسی مسیح دعای من قوت بسیار داره. هللویا. و من استفاده نمی کنم ازش اونجور که باید. مثالی زدیم توی جلسه قبل که یک عقابی رو میگیرن و میندازن پیش یه سری مرغ و جوجه و اینا و بالش رو میبندن. یک سال این عقاب با این جوجه موجه و مرغا دونه میخوره. بعد یه سال بالاشو باز میکنن که این بپره بره. و عقاب ادامه میده، همینجور ادامه میده و ادامه میده، چون که متوجه نبوده که عقابه، متوجه نبوده که نه من میتونم برم بر کوها، روی اقیانوسها، من سلطان آسمانم. خیلی از ما مسیحی‌ها به نظر من اون قدرتی که عیسی مسیح به ما داده در دعا رو نمیدونیم و جدی نگرفتیمش. اینکه ما امروز کاهنان هستیم، اینکه امروز ما مقدسینیم، ما فرزندان خداییم و عیسی مسیح میگه آخه کدوم پدره که بچهش از اون ماهی بخواد به اون مار بده یا نون بخواد به اون سنگ بده، یا
که پس پدر شما که در آسمانه چقدر چیزای بهتر به شما خواهد داد اگر از او بطلبید. اراده خدا اینه که ما امروز دعا کنیم. سرتون درد بادم، کلام خدا شیرینه. برای که ما به بهشت برسیم باید از در تنگ عبور کنیم. به عیسی مسیح باید ایمان بیاریم. یک راه وجود داره نه چند راه. مسیرش مسیر سختیه. در این مسیر باید ما اراده خدا رو انجام بدیم که قسمتی از این اراده ها رو دیدیم با هم. امیدوارم که ما شنوندگان این کلام نباشیم بلکه عمل کنندگان باشیم.